خب معماری چیه؟ <applause> من شروع می کنم خب باید بگم که اول از همه بگم ما نمیدونیم من فکر نمی کنم که ما میدونیم اما جوری که بهش نگاه می کنیم و انجامش میدیم اینه که یه بوم درست می کنیم برای زندگی و این نحوه نگرش ما به معماریه ما بیشتر فکر می کنیم معماری یه جور تکیه و کمتر به عنوان طراحی شی بهش نگاه می کنیم ام، یه مشکل دیگه برای تاریف معماری وجود داره و اون اینه که در ده های اخیر به سرعت در حال تغییره جامعه جهانی بیشتر و بیشتر به این واقعیت واقف شده که منابع سیاره ما رو به اتمامه و استفاده از فضا و طراحی اون یا تلاش برای انجام این کار در سیاره که بیش از حد جمعیت داره و فضای خالیش خیلی کم شده یک شرفه کاملا جدیده و ما مثل جراحانی هستیم که روی سطحی کار میکنن که بسیار بیماره و داره رنج میکشه و شاید معماری برای دهه ها و قرن ها تقریبا به نوعی گناهکارانه در تخریب سطح زمین مقصر و دخیل بوده و ما میتونستیم این روند رو تغییر بدیم و الان برعکسه الان معمارا تغییر کنن و به جای خدمت به بشر به کل طبیعت خدمت کنن معماری میتونه پیشگام ایجاد یک آینده زیست محیطی باشه چون منشأ همه مشکلات زیست محیطی استفاده بیش از حد از زمینه و این دقیقا همون جایی که معماران بیشتر از هر جایی در اون فعال هستن. اکولوژیکی ترین ساختمان ساختمانیه که نمیسازیدش. بنابراین اگر ما روی یک رویکرد کاملا متفاوت مانند کاهش استفادهمون از زمین متمرکز باشیم میتونیم از گناهکارترین حرفه روی کره زمین که معماریه به اکولوژیکی ترین حرفه تبدیل بشیم. اما سالینه که آیا نقش معماری واقعا اینه؟ آیا وظیفه ماست که این کار رو انجام بدیم من گاهی دید. به این شک می کنم من فکر می کنم برای رسیدن به اینا اراده و نیروی سیاسی زیادی لازمه که اینطوری باشه ما یه کمی ناامیدیم تو دفتر کار ما اغلب در مورد طراحی شهری صحبت میکنیم ما معمار هستیم آموزش میبینیم میسازیم مطالعه می کنیم، اما در مورد معماری به عنوان طراحی شهری در مقیاس کوچیک صحبت و این در تکمیل سوالی که من مطرح کردم آیا هنوزم معماری در مورد فضا فرم عمل کرد و نوره یواش یواش باشا... داره شبیه به این میشه که روی عرشه تایتانیکی که در حال غرق شدن ساز بزنیم با همه اینا یا نباید سعی کنیم از اونچه در اطرافمون اتفاق میفته آگاهی داشته باشیم خب بنابراین معماری چه کاری میتونه انجام بده؟ خب همونطور که گفتم برمیگردیم به اولین پاسخم من فکر میکنم که میتونه خیلی چیزا رو ساده تر کنه من نقش معماری رو حمایتگرانه رو میبینم بله معماری میتونه توانایی بخش باشه و شاید اگر انجام معماری از دیدگاه انسان محور رو متوقف کنیم منظورم مثلا فکریه که میگه معماری فقط باید نیازها رو تامین کنه و یا حتی در خدمت حماقت های عجیب آدما ها برای بناهای بی مصرف باشه و نقش یک بازیگر مسئول رو در جهان بپذیره بدون اینکه بخواد آینده را پیش بکنه و نباید هم بکنه این توانایی رو داره که جامعه رو گام به گام متحول کنه و بر میزان منابعی که مردم فکر میکنن برای داشتن زندگی معنادار نیاز دارن تاثیر بذاره بنابراین من موافقم که معماری بیشتر و بیشتر در مورد طراحی شهریه و اینکه معماری میتونه یک محله رو تغییر بده حتی شاید بتونه فقط بخش کوچیکی از جامعه یا رفتار مردم در فضای عمومی یا شهر و نحوه تعامل اونا رو تغییر بده بنابراین موضوع معماری بیشتر مربوط به گروه و جامعه است تا تک تک افراد به نظر من اینطوریه میتونیم بگیم فضای بین ساختمونا یا اون چیزی که نمیسازیم برامون اهمیت بیشتری داره بذارید بگم بخش برنامه ریزی ما سعی میکنیم در این بخش موثر باشیم اما واقعا کار سختیه بله این حرف ایده فکر ما رو کامل میکنه که معماری یک روند یک شی یا یک ساختمون نیست یک معمارا تمایل دارن مشکلات رو با ساختمون ها حل کنن و در واقع اون چیزی که شما نساخته بر جا یا چیزی که در فازهای بین ساختمون هست تاثیر بسیار بیشتری داره و اینو وقتی احساس کنید که به عنوان یه توریست سفر میکنید یا تصمیم بگیریم ساختمون نسازیم آره دوباره برمیگرده به همون موزه که ما نسبتاً ضعیف هستیم و فکر نمی کنم حرف زیادی برای گفتن داشته باشیم بله این بخش نامید کننده حرفه ماست که هرچی بیشتر میگذره نتیجه اجتناب ناپذیر هر فرایندی که با اون مواجه هستیم شناخت و تشخیص دردناکیه و کنترلمون روی اون به سرعت در حال کم شدنه بنابراین شاید باید درباره این موضوع انقلابی تر عمیق تر و بنیادی تر عمل کنیم اما من فکر نمی کنم باید کنترلش کنیم این دوباره بیشتر, شبیه حرفای اون ممار فکر میکنم معماران توانه تفکر به صورت گسترده رو دارن و همچنین دیدگاه جانبی به مسائل دارن به نظر من این مزیت اصلیه به همین دلیله که ممکنه یه معمار رو تو هر فرایندی دخیل کنم من فکر میکنم این تخصصیه که ما ارائه میدیم سیاست مداران زیادی از این موضوع آگاه نیستن که بو جای ملی در اثر طراحی شهری نادرست از بین میره که مشکلات ترافیکی، مشکلات حرکتی، ترافیک های سنگین نتیجه تخصیص نادرست کاربری زمین هستند و با, با داشتن یک سیستم متروی بهتر حل میشن اعتقاد زیادی به زندگی شهری داریم و اخیرا مقاله ای خوندیم در این مقاله شهروندی گفته بود که نمیخواد بیاد و بروکسل زندگی کنه چون این شهر شاعرانگی نداره و بعد بلا فاصله این واکنش رو میشنوید بله بله در بروکسل ساختمونه زشت زیادی وجود داره و مشکلی نیست شما با ساختمونه شاعرانگی شهر رو ایجاد نمی کنین و این حرف درستی نیست توضیح این مسئله خیلی سخته انجام شدنیه و من فکر می کنم باید این کارو بکنیم باید حس شاعرانه در شهر وجود داشته باشه اما با ساختمونای زیبا درست نمیشه اینطور نیست بدون شک همینطوره باجور دیگه ای که میشه به این مسئله نگاه کرد اینه که این موضوع مربوط به ساختمونها نیست بلکه مربوط به برنامه و میزان تحقق پذیری اونه. زندگی شهری میتونه سرگرم کننده باشه اگر افراد مختلف و عملکردهای متنوع با هم دیگه تعامل داشته باشن و این خیلی مهمتر از مسائل فنی نما یا نورپردازی زیبا یا اشیاء زیبا همه این چیزاست. شاید این موارد کمی اهمیت داشته باشن اما در دههای اخیر بیش از حد بهشون توجه شده.